و رشده. همین، واقعا افتخار میکنم که در کنار بچه های اشرف اون کار رو اجرا کردم، واقعا باعث افتخارمه. در پایان گفتگومون میخواستم از کارهای در دست اجراتون برامون بگین اگه ممکنه، چه کارهایی در دست اجرا دارید و همچنین اگر پیشنهادی دارید که بعد از این گفتگو کدوم ترانه رو پخش کنیم، اینم بگین که ما بتونیم استفاده کنیم از ترانه مورد علاقه شما. ترانه مورد علاقه من حتما نباید ترانه مورد علاقه خودم خوندم باشم، چیزی که خودم خوندم مرتب گوش میدم. من یه ترانه دوست دارم خیلی، یعنی همه ترانه های بچه های اشرف رو خیلی دوست دارم، ولی یه ترانه است که خیلی دوست دارم، اون عمو زنجیر باف خیلی دوستش دارم، ولی این که حالا بعدم بذاریم. اولا که کار در دست اجرا، آدم انقلابی، آدم مبارز کار یه دونه کار تو دست اجرا نداره، تو دستش هزار تا کار داره. بنابراین من نمیتونم بگم چی کار دارم الان تو دستم، تو دستم یه کلمه کار دارم که همینجوری داره انجام میشه، ولی وقتی یه کار رو انجام میدم دیگه برام تموم میشه، دیگه اون کار میاد بیرون تمام میشه، میره به تاریخ رو پیونده، کار بعدی شروع میشه. کار جدیدترین کاری که کرده بودم همین اوسیان بود که شعرش از آقای یاور استواره و آهنگش از آقای شاپور باستانسیاره، که به مناسبت بهمن ماه اینو سعی کردم که بیاد بیرون. و کارهای دیگه هم که حالا به زودی خودتون میشنوین دیگه، ولی حالا بعدن اگه حالا تو این برنامه خواستین از کارهای خود من بذارین، خودتون انتخاب کنین، هرچی خودتون انتخاب میکنین، چون همش محتواش همونیه که شما میخواین. هر دو در یک خطیم، هر دو هم صداییم و هم آواز، به اون قلهی که میخواین با هم میریم، حالا با آوازمون، با قدممون، با اندیشه هامون، با ایده هامون، به حال این ابزارهایی که ما داریم. خودتون انتخاب کنین که چی کار میخواین بکنین و چه آهنگی رو بزنین. فقط یک نکته رو من اشاره بکنم که من صدام یکی از ابزار مبارزمه، گفتم اینو، و خیلی برام ارزشمنده، مثل یک جنگجو که اسلحهش براش خیلی ارزشمنده. خب ما فعلا صدامون اسلحه همونه، بنابراین وقتی که خواستم با بچه های اشرف، یعنی با بچه های اشرف کار بکنم، این گرانبهاترین چیز زندگیمه، ارزشمندترین چیز زندگیمه، و اینو با کمال میل پیشکش شما کردم، چون باهاش با هم دیگه مبارزه میکنیم و هم صدا میریم که بکوبیم رژیم جمهوری اسلامی رو نابود کنیم. بله حتما که همچین چشماندازی در پیش روی مردم و مقاومت ایران قرار داره، اون هم با داشتن چنین هنرمندانی. همونطوری گفتم، شما صدای اشرفی ها و صدای مردم ایران رو با صدای خودتون، با ترانه های زیبای خودتون تنین انداز میکنید، اون هم در سراسر جهان با آثار زیباتون. خیلی خیلی ممنونیم ازتون خانم شاکری که در گفتگو با برنامه ایران اشرف آزادی شرکت کردید. ما خیلی خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون و خلاصه خیلی متشکریم که مهمان برنامه ایران اشرف آزادی بودید. منم از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتین، به هر حال برنامه‌تون رو در اختیار من گذاشتین که من بتونم از این طریق صدامو به گوش عزیزان هوادار و بقیه مردم ایران برسونم. از اینجا سلامی هم میکنم به عزیزان اشرفی و امیدوارم که هر چه زودتر بتونن حفاظت رو بگیرن و با هم دیگه به هر حال بریم که ایران آزاد کنیم، برقرار و پیروز باشیم انشاءالله. خیلی خیلی ممنونیم از شما خانم گیسو شاکری، میهمان برنامه ایران اشرف آزادی. یک بار دیگه از شما تشکر می‌کنیم.